در این برنامه قرار بپردازیم به تاریخ چند هزار ساله افغانستان، یک سری بزنیم به قدمت افغانستان، تاریخش. پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشیم. بزنیم بریم. سلام خدمت آقای برعکس عزیز، خوش اومدید یکی از ویدیوهای من. اینجا 7M و من مهدی هستم. خیلی چکریم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، امیدوارم که همیشه پر انرژی و موفق باشید. بچه ها امروز اومدیم که کلی عشق کنیم، صفا کنیم. حتما لایک یادتون نره، کامنت پر انرژی هم گذاشیم. اینستا و تیک تاک هم میذارم، میتونید به من سر بزنید. تیک تاک بعضی شبا لایف میذاریم، میتونید بیاید اونجا گفتگو کنیم با هم دیگه. پس با هم دیگه بریم این ویدیو جذاب ببینیم. امروز قصد داریم در این ویدیو در مورد تاریخ افغانستان با شما صحبت کنیم. افغانستان کشوری که داره گذشته بسیار پیچیده ای است و دانستن آن برای فارسی زبانی واجب است. وا چه رقصی میکردن. دقیقا تاریخ مهمترین رکن اصلی همه جای. آیا میدانستید که افغانستان از لحاظ جمعیت در چند سال آینده کشورهای بزرگی مانند کانادا و عربستان را پشت سر میگذارد؟ آیا میدانید که در این کشور تا به حال چند امپراتوری حکومت کرده است؟ کلمه افغان از زمان کدام امپراتوری به طور رسمی مورد استفاده قرار گرفت؟ افغانستان کشوری است که 37 میلیون نفر جمعیت دارد و این کشور با ایران، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، چین و پاکستان مرز مشترک دارند. راستی رفت تو فکرم ها، کی اولین نفر گفت افغانستان؟ اصلا کی گفت افغان؟ از کجا اومد؟ چه جوری اومد؟ یعنی میگه تو این برنامه بریم جلوتر؟ باید بگوییم که افغانستان یکی از کوهستانی ترین کشورهای جهان است و در آن شبکه ای از رودخانه ها و دره های حاصلخیزی وجود دارد که از ذوب برف های کوه های هندوکش و رشته کوه های اطراف آن به وجود می آیند. چقدر دلم برای اینطور رودخانه ها تنگ شده. جالب است بدانید که در گذشته های قدیم شمال این کشور را به نام باختر می شناختند که فرهنگ، آداب و رسوم آنها مانند رسم و رسومات مردم آسیای میانه بود. برخی از مردمان مناطق جنوب شرقی این کشور از تمدن هندی ها پیروی می کنند. اولین کسانی که افغانستان را تحت سلطه خود درآوردند مادها بودند که به آنها ایرانی های شمالی نیز می گفتند. آنها در قرن 7 پیش از میلاد مسیح به این کشور حمله کردند و پس از یک قرن توسط فارس ها سرنگون شدند. سپس نوبت اسکندر مقدونی رسید. در آن زمان بیشتر مردم افغانستان از دین و فرهنگ فارس ها تبعیت می کردند. اما در میان آنها تعداد کمی بودایی و یونانی هم زندگی می کردند. آره در مورد بودایی شنیدم، بعد میگن یه سری از چی میگن شکل و شمایل بوداها از سنتاشون داخل کشور افغانستان هنوز هست، پس از اون موقع جا مونده و حتی افغانستان از اون موقع همیشه از فارسی زبان پیروی، یعنی همون اصالت پارسی خودشون داشته، یعنی از اول همین بوده. یعنی آنها تعداد کمی بودایی و یونانی هم زندگی میکردن. اسکندر فرمانده باهوشی بود و از آنجایی که می دانست نمی تواند با جنگ افغانستان را تصرف کند، تصمیم گرفت با رخسانه شاخدخت باختری ازدواج کند. پس از مدتی آنها صاحب فرزندی شدند که اسم او را هم اسکندر گذاشتند. پس از مرگ اسکندر، افراد زیادی تلاش داشتند تا کنترل باختر را به دست بگیرند. حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح، بیشتر این سرزمین به تسلط امپراتوری چاندراگوپتای موریای هند افتاده بود. پس از اینکه جنگ بین دو امپراتوری به صلح ختم شد، چاندراگوپتا با دختر سلوکی ازدواج کرد و به پدرزن خود 500 فیل جنگی آموزش دیده هدیه داد.
بچه موقع خیلی مود بود، مثلا پسر یه پادشاه با دختر یه پادشاه، پسر یه مثلا دختر یه پادشاه با پسر فلان پادشاه، اینطوری بود ارتباط ها، همین جوری بود دقیقا. این نبود که مثلا دوتا از قشر مثلا یکی پولدار یکی عادی با هم ازدواج کنه. بعد دیگه اون موقع هم ازدواج این بود، بابا میگفت این دختره اون، تمام بریم دیگه، بریم دنبال. بعد دیگه زندگی ها شکل الان نیست، الان باید یکی دو سال زندگی کنی با طرف، بعدن بازم متوجه نمیشی چه خبره. و به پدر زن خود 500 فیل جنگی آموزش دیده هدیه داد. اما بالاخره باختر سقوط کرد و به دست سلوکی ها افتاد. آنها نیز مدت ها بر این منطقه حکمرانی می کردند تا اینکه سلسله اشکانی ها به وجود آمد. در جنوب شرق امپراتوری ماوری سرنگون شد. باختری ها توانستند تا خلای قدرتی که با سرنگونی این دو امپراتوری به وجود آمده بود را پر کنند. زمانی که باختریان یونانی در مقابل اشکانیان مقاومت می کردند، جنگجویان عشایری از این فرصت استفاده کردند و به آنها حمله کردند و باختر را به همراه اشکانیان تصرف کردند. به همین راحتی، به همین خوشمزگی هم نیست بچه، جنگ های اون موقع همه جنگ های تن به تن بوده، یارو با اسب می اومد با شتر، با نمیدونم میگه فیل جنگی، همه میپیچیدن تو هم دیگه، یه نیزه بود و یه شمشیر و یه نمیدونم تبر و این داستانا بود دیگه، تفنگ نبود از راه دور تق 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 ها حمله کردند و باختر را به همراه اشکانیان تصرف کردند. مردم باختر و قبیله های عشایری پادشاهی کوشانی را ایجاد کردند و سپس قلمروی آنها تا آسیای مرکزی و شبه قاره هند هم گسترش یافت. کوشانی ها خدای یونانی ها و هندوها را می پرستیدند، اما به تدریج در طول زمان بودایی دین اکثر مردم آن زمان شد. بیشتر مردم فکر می کردند که دین بودا از چین آمده و به همین دلیل مبلغان و بازرگانان را به آنجا می فرستادند. درست از این زمان بود که دین بودایی و هندوها در بین مردم افغانستان رواج یافت. در غرب اشکانی ها درگیر آقا دین بودایی هم خیلی رواج داشت، البته قبلا بچه الان هست تو کشف، فکر نکنم باشه الان، اگرم باشه به ندرت یعنی پیدا نیست، ولی قبلا ها که میگه بوده حتما. مردم افغانستان رواج یافت. در غرب اشکانی ها درگیر جنگ های داخلی شدند و همین مسئله موجب شد تا ساسانی ها به آنها حمله کنند و آنجا را تسخیر کنند. میان ساسانی ها خیلی سریع توانستند تا به مناطق شمالی، جنوب شرقی و غرب نیز حمله کنند و این پایانی بر امپراتوری کوشانی ها بود. آیا می دانستید که درست در دوره ساسانی ها بود که برای اولین بار کلمه افغان ثبت شد؟ پس در دوره ساسانی ها اولین بار کلمه افغان ثبت شد، به چه صورت؟ ساسانی ها بود که برای اولین بار کلمه افغان ثبت شد؟ در آن زمان این کلمه به مردمی اشاره می کرد که در کوهستان‌های ولایت‌های شرقی زندگی می کردند. البته کلمه افغان فقط مختص قوم پشتون نمی باشد. این کلمه به تمامی اقوام ساکن در آن جغرافیا اطلاق می شده. اواخر قرن نهم بود که سلسله صفاریان توسط یک مسکر فارس در جنوب غربی افغانستان تأسیس شد. آنها علیه خلافت عباسی قیام کردند و قوانینی را وضع کرد تا افغانها به اسلام روی بیاورند. خدا وکی جنگ ها رو ببینید، همه تو هم، همه پیچیدن تو هم. اما این سلسله هم توسط امپراتوری سامانی سرنگون شد. تنها اشتباه بزرگ سامانی ها استفاده از سربازان ترک بود. همین موضوع موجب شد تا سربازان ترک آنها را سرنگون کنند و سلسله غزنوی را در شهر غزنی در شرق افغانستان تأسیس کنند. آنها نیز اسلام و فرهنگ ایرانی را تقویت کردند. غزنوی ها به شدت در جنگ با امپراتوری سلجوقی ضعیف شدند و همین موضوع باعث شد تا آنها توسط سلسله غوریان سرنگون شوند. آنها در آن زمان از دین بودایی خارج شده و به دین اسلام روی آورده بودند. در طول حکومت سلطان غیاث‌الدین محمد، سلسله غوریان به یکی از قدرت‌های اصلی جهان تبدیل شد و نفوذ خود را از فلات ایران تا خلیج بنگال گسترش دادند.
اما با مرگ وی این امپراتوری از هم پاشید و خیلی سریع توسط سلطان هند و امپراتوری ترک تسخیر شد. بچه بریم تو دل تاریخ، خیلی امپراتوری اومده، خیلی از آدم ها سر این جنگ ها کشته شدن، مردن، فقط به خاطر تصرف کردن یه شهری. حالا قدیمای خودمون به هر حال یاد بتونم به خاطر یه تیک زمین چقدر جنگ و منگ میشه، حالا اینجا به خاطر سرزمین ها، به خاطر شهرها بوده. بعد میرفتن از مردم های کشورهای دیگه، از زبون های دیگه میآوردن که داخل کشور که جنگ کنند و برای تصرف سرزمین یا اون شهر به هر حال هر جایی هست استفاده میکردن ازشون. خیلی کشته داده سر همین قدرت دنیا. خیلی سریع توسط سلطان هند و امپراتوری ترک تسخیر شد. پس از غزنوی ها سلسله خوارزمشاهیان به وجود آمد و حدود 15 سال از تأسیس این سلسله نگذشته بود که چنگیزخان مغول به افغانستان حمله کرد. آنها کشتار زیادی را انجام دادند و چندین نسل هم پادشاهی کردند. امپراتوری مغول پس از تسخیر منطقه آن را به چند کشور وابسته تقسیم کرد. چقدر مغول زیاد بود؟ دقت کردین همه جا هر امپراتوری اومده یه تیک از ایرانم توش بوده؟ جالب بود برام. آنان یکی از آنها بود. بسیاری از خانواده سلطنتی و ارتش مغول دچار بیماری طاعون شدند و مردند. طاعون، واو. پس از آن همه این مناطق توسط تیمور لنگ تصرف شد. حتی گفته می شود که او بیشتر از مغول‌ها مردم را قتل عام کرده بود. تیمور از افغانستان به عنوان پایگاه عملیات‌های خود استفاده می کرد و جانشینان وی پایتخت را از سمرقند به هرات منتقل کرده بودند. دوره تیمور لنگ. پس از مرگ تیمور صلح و آرامشی نسبی برقرار شد و جنگ‌های داخلی هم پایان یافت. اما شمال افغانستان به ازبک‌ها، غرب به صفوی‌ها و جنوب شرق هم به امپراتوری تازه ظهور کرده مغول رسید. این امپراتوری ادعا می‌کرد که از نوادگان چنگیز و تیمور است و محدوده نفوذی خود را تا هند هم گسترش داد. در قرن 17 افغانستان محلی برای رقابت و جنگ های سلسله صفوی و مغول تبدیل شده بود. در سال 1709 میلادی سلسله پشتون هوتکیان به بخشی از قلمرو صفویان حمله کردند. از همون اول هم داخل کشور افغانستان جنگ بوده، همه جا بوده، الان همه جا دیگه صلح و آرامه شده، ولی افغانستان همچنان داخلش با جنگ داره. و موفق شدند تا آنها را شکست دهند. امپراتوری صفوی توسط سربازان نادرشاه سرنگون شدند. نادرشاه پسر یک چوپان بود، اما یک استراتژیست و فرمانده قهار نظامی بود که توانست افغانستان را از چنگ عثمانی ها و مغول ها پس بگیرد. دوره حکومت نادرشاه افشار کوتاه بود و در سن 48 سالگی توسط یکی از فرماندهان خود به قتل رسید. پس از آن احمد شاه دورانی روی کار آمد. احمد شاه علاقه زیادی به شعر گفتن به زبان فارسی داشت و حتی خیلی از فارسی زبانها از او به نام شاه خراسان یاد می کردن. حکومت دورانی در طول 25 سال حکومت خود توانست تا 3 بار به هند حمله کند و در نبرد پانیپت در سال 1757 احمد شاه ارتش هند را سخت در هم کوبید و حتی دهلی نو پایتخت هند را هم تصرف کرد. این شکست هیچ وقت از خاطره هندی ها پاک نشده و حتی در سالهای اخیر فیلمی به نام پانیپت ساختند که در آن درباره لشکرکشی افغانستان به هند می پردازند. وای ببین چقدر مهمه براشون، چقدر زجر دیدن، واقعا چقدر تو فکرشونه. بعد از تقریبا 3 قرن پیش یا 4 قرن پیش، دقیق گفت 1700، تقریبا 3-4 قرن پیش بوده که الان باز دوباره فیلمش هم ساختن. اوه 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 خطرناکه.
امپراتوری دورانی به عنوان پایه و اساس افغانستان مدرن شناخته می شود و حتی او را به عنوان پدر ملت نیز می نامیدند. احمد شاه دورانی. دورانی توسط دوست محمد خان سرنگون شد و امارات افغانستان را ایجاد کرد. در آن زمان بریتانیا کنترل بیشتر بخش‌های هند را در دست داشت و می‌ترسید که روسیه کنترل افغانستان را به دست بگیرد و از طریق آن به هند برسد. وای وای. به همین دلیل آنها قبل از روس‌ها به افغانستان حمله کردند و آن را تصرف و پادشاهی دورانی را دوباره مستقر کردند. مستقر کردند. پس از مدتی با مقاومت‌های روبرو شد که این کشور را مجاب کرد تا تمام نیروهای خود را تا هند عقب ببرد. نیروهای انگلیسی باقی مانده هم قتل عام شدند و دوباره دوست محمد خان به تخت پادشاهی نشست. قتل عام. انگلیس هم وارد بازی شد ولی قتل عام شدند. حدود 4 دهه بعد هم بریتانیایی ها دوباره به افغانستان هجوم آوردند و پس از تلفات زیاد مجبور شدند تا دو طرف با هم صلح کنند. 40 سال بعد در جنگ سومی که افغانها با بریتانیایی ها داشتند 120 هزار سرباز افغان هند را اشغال کردند و پس از چند درگیری کوچک با بریتانیایی ها معاهده ای را نوشتند. درست پس از آن بود که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل شناخته می شود. در سال 1926 سیستم حکومتی این کشور به پادشاهی تغییر کرد و در سال 1973 میلادی محمد داوود خان سلطنت پادشاهی را سرنگون کرد و خود رئیس جمهور کشور شد. در سال 1978 میلادی داوود خان و برخی از اعضای خانوادهش به قتل رسیدند و پس از آن بود که شوروی وارد افغانستان شد و به مدت 10 سال جنگی ویرانگر را آغاز کرد. این موقع که شوروی وارد افغانستان شد جنگ حالا یه بهانه بود ولی بیشتر به خاطر ثروت افغانستان بود. تو یک ویدیو شنیدیم، دیدیم، اطلاعاتشو گرفتیم، به خاطر این بود که از معادن افغانستان استفاده کنه، هم برای جنگ هم برای دولت خودش، و به نحو احسن انجام داد. اما پس از شکست سنگین و تلفات زیاد شوروی تصمیم به خارج شدن از افغانستان گرفت. در آن زمان جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل شد اما توسط طالبان در سال 1996 سرنگون شد. نیروهای آمریکایی و متحدان او در سال 2001 برای سرنگونی طالبان وارد افغانستان شدند و در سال 2004 جمهوری اسلامی افغانستان را دوباره بنا نهادند. ایمان. شما در مورد آینده افغانستان چه نظری دارید؟ به نظر شما آیا لازم است تمامی افغانها تاریخ کشور خود را بدانند؟ برای ما در بخش کامنت ها بگویید. بله که همه باید از تاریخ کشور خودشون بدونن. 100% باید همه افغان ها از تاریخ کشور خودشون بدونن و حتما نظراتتون رو بچه ها کامنت کنین. دمتون گرم، بازم اطلاعات رفت بالا. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین. فدای همه تون. لایک یادتون نره. تا ویدیو بعد. بای بای.